اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. در راستای همین اصل قانون، در ذیل اصل 107 قانون اساسی، رهبری را هم در قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته است. پس قانون اساس برابری افراد و آحاد ملت را حتی در بالاترین رده پیش بینی کرده و این یکی از ویژگی های قانون اساسی ماست. طبق اصل 100، حق مشارکت در اداره امور اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند. اصل 59 نیز رفراندوم را راهی برای اعمال حق مشارکت در اداره امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معرفی می کند. در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. در خصوص مهاجرین نیز اصل 155 قانون اساسی حق پناهندگی را برای پناهندگان تعریف می کند و همچنین طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 180 قانون برنامه 3 توسعه ایران، پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. با این حال نابرابری در کشور ایران بر پایه سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و امثال آن امری است که نمیتوان آن را انکار کرد.
علاوه بر تبعیض‌های جنسیتی که در اهداف دیگر این سند مورد اشاره قرار گرفته است، تبعیض بر مبنای معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب در ایران کنونی انکارناپذیر است. بر اساس ماده 27 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که ایران از سال 1388 به آن پیوسته است، دولت موظف است تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی را فراهم کند. بند الف از پاراگراف 1 این ماده صراحتاً اعمال هر گونه تبعیض بر اساس معلولیت در شرایط استخدام ممنوع اعلام شده است. آزمون برابر و بدون تبعیض امکان اشتغال صدها تن از شهروندان دارای معلولیت را میسر می کند و در راستای تعهدات داخلی و بین المللی دولت ایران است. اما شرایط استخدامی مطرح شده در این آزمون‌ها عملاً نقض این تعهدات و اقدامی در جهت تعمیق و ادامه بیکاری جامعه معلولان در کشور محسوب می‌شود. اما به عنوان نمونه، در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1397 افراد نابینا و ناشنوا به صورت کلی از شرکت در این آزمون محروم هستند. در بخش شرایط پزشکی متقاضیان ثبت نام در این دفترچه با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان عملاً افراد نابینا و ناشنوا را از امکان حضور در این آزمون محروم کرده است. همین نحوه ظرفیت بندی در شهرهای مختلف نیز باعث شده است که علاوه بر افراد نابینا و ناشنوا، بخش‌های دیگر جامعه معلولان هم امکان شرکت در این آزمون و کسب موقعیت شغلی ایجاد شده را از دست بدهند. با اینکه در اصول متعددی از قانون اساسی حقوق و آزادی‌های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی‌اند. اما اصل 13 قانون اساسی به صراحت تنها اقلیت‌های دینی رسمی را 3 دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می‌کند. در اصل 12 قانون اساسی نیز مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثنااشعری اعلام شده است. به این معنا پیروان دیگر مذاهب اجازه تصدی مقام‌های بالای کشور را ندارند. به علاوه مطابق اصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در افتتاحیه مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند. به همه اینها باید مقررات استخدامی و انتخاب شغل را هم اضافه کرد که شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است. همین چندی پیش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت اعلام کرد در بعضی از اداره‌ها در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی از میان 300 تا 400 کارمند یک اداره تنها 15 تا 19 نفر اهل سنت هستند. شرایط بهائی‌ها از سنی‌ها هم سخت‌تر است، چرا که این گروه به هیچ وجه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و تحت فشارهای زیادی قرار دارند، از جمله اینکه بجز اشتغال از حق تحصیل هم محرومند. در کنار موضوع مذهب، اقلیت‌های قومی و زبانی در ایران از کرد و ترک و عرب گرفته تا بلوچ و لور و ترکمن نیز با محدودیت‌های قانونی و عرفی مختلفی مواجهند. حتی آماری رسمی از ترکیب و کمیت اقوام و اقلیت‌ها وجود ندارد. به جز این،
نهادهایی که به حفظ و جمع‌آوری تنوع زبانی و خرد فرهنگ‌های زبانی در ایران می‌پرداختند، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شدند و هیچ خبری از بازگشایی دوباره آنها منتشر نشد. چنین محدودیت‌ها و تبعیض‌ها انباشتی از مطالبه‌های اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی را ایجاد کرده است. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به طور پیوسته از تبعیض نسبت به اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند کارگزاران جمهوری اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در اقتدار حکومت مرکزی، به ویژه در نقاط مرزی، با قومیت‌ها برخوردهای امنیتی، نظامی و امنیتی می‌کنند. به رغم این فشارها، درخواست توجه به حقوق اقلیت‌ها چند سالی است که بیش از گذشته برجسته شده است، تا جایی که به جز پرداختن به آن در رقابت‌های انتخاباتی و نیز انتخاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در دولت روحانی، مجلس دهم شورای اسلامی هم بسیار پررنگ‌تر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است. نتیجه گیری: متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. این گونه برخوردهای تبعیض‌آمیز در بطن جامعه ایران نهادینه شده و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تأمین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه می شود، نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تأمین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد. بنابراین ضرورت رعایت برابری برای توسعه پایدار امری حیاتی است.